سلام، به قسمت 11 از مبحث درک کوتاهی خوش اومدید. لطفاً اگر هنوز مشترک کانال نشدید، اون دکمه قرمز زنگ سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما مطلع بشید. بعد گریجویشن و الیویشن میرید سراغ اوور دایرکشن. خود کلمه دایرکشن معنیش جهته، اوور هم معنیش دوره، جهت دور. خب اوور دایرکشن جهت دور، جهت دور یعنی که تصویر تو اون شکلی، این شکلی نگاه کنی. خب این از دور، خب به دور سر میگن. وقتی شما از بالا خب به دور سر مشتری نگاه میکنید، خب این جهت دوره. بگیم مثلا من وقتی دارم کوتاهی ما انجام میدم، خب شونه ما انداختم دور مو، خب مثل شونه قیچی، خب شونه رو انداختم دور مو. ببینید از اینجا نگاه کن، مثلا فرض کنید یه نفر بالا سر من وایستده، شونه رو انداخته توی مو، خب این شکل رو داره میسازه. خب ببینید این شونه رو انداختیم تو مو اینجوری. اگر مستقیم بکشم بیرون شکل صاف در میاد، اینجوری کنم شکل اینجوری در میاد، اینجوری هم کنم شکل اینجوری میسازم، یه زاویه ای داره. خب این الیویشنشو میساخت، خب اینم حالا اوور دایرکشنشو میسازه. توی لایه لایه میگن که شما جهتت یا بادی پوزیشنت، خب یعنی چی؟ یعنی که وقتی مو رو گرفتی کشیدی، این حرکت دستت، خب این جهت خوابت، خب یا از داخل میگیری بادی پوزیشن، خب یک شکل گرد یا یک شکل صاف یا یک شکلی که مورد نظر توه ولی از این دید دیده میشه، خب به این دیدگاه شما میگن اوور دایرکشن. خب ببینید مثلا این یه سر، خب این هم دماغشه. ببینید شما از بالا که بهش نگاه میکنید دور سر، خب مثلا یک کوتاهی انجام بدیم به این شکل، یعنی دور سر مربع شکل در اومده. یعنی چی کار کردیم؟ اومدیم این شونه رو خب به این حالت کشیدیم بیرون زدیم، این پایینش هم همینجور، بغلش هم همینجور صاف اومدیم زدیم، این برم صاف اومدیم زدیم. ما چیکار کردیم حالا؟ یه اوور دایرکشن گرد مربع ساختیم. خب مثلا شما قبلا چیکار میکردیم؟ میومدیم یه چیکار میکردیم؟ میکشیدیم بیرون میزدیم، میکشیدیم همه یه اندازه میزدیم. خب بعد چیکار میکردیم شما؟ یه اوور دایرکشن گرد میساختیم. شاید بعضی موقع لازم باشه ما یه اوور دایرکشن مربعی بسازیم، اوکی؟ خب یه اوور دایرکشن مربعی بعضی موقع، یعنی بغلش صاف باشه، پس سرش صاف باشه، این ورش هم بغلش هم صاف باشه. این جهت شونه ما خب توی بغل سر به ما، برای ما مشخص میکنه که میخواییم چه اوور دایرکشنی بسازیم. پس این شونه یا انگشتمون، خب یا لاانگشتی که انجام میدیم یا لایه لایه که انجام میدیم، حرکت بغل سر بهش میگن اوور دایرکشن. یعنی برای ما مشخص میکنه که ما میخوایم چه شکلی بسازیم. ببینید شما اگر به این حالت خب عمودی بگیرید، به این سم به اون سم بکشید، خب افقی خب بکشید، شما دارید اوور دایرکشن رو عوض میکنید. خب حالا میخواد انگشت شما، شونه شما خب عمودی باشه به این حالت یا افقی باشه به این حالت. خب یعنی این بغل سر من، خب مثلا شونه انگشت تو، خب اگر اینجوری باشه شما به این حالت خب بکشید، دارید اوور دایرکشن رو عوض میکنید. حالا اگه شونتون اینجوری باشه، خب
باز اینجوری اینجوری کنید، خب یعنی حالت افقی باشه، اینجوری اینجوری کنید، باز دارید اور دایرکشن رو عوض میکنید. حالا لا انگشتی هم همینه، اگر لا انگشتی هم بگیرید خب به این حالت اور دایرکشن رو دارید عوض میکنید، به این حالت هم خب یا به این حالت هم دارید به صورت افقی عقب جلو کنید، دارید اور دایرکشن رو عوض میکنید. خب حرکت افقی ما یعنی دیدگاه افقی ما، دیدگاه افقی ما میشه چی؟ دیدگاه افقی ما میشه اور دایرکشن، اوکی؟ ولی دیدگاه عمودی ما میشه چی؟ میشه الیویشن. خب یعنی شما این میشد چی؟ این میشد اور دایرکشن، خب این میشه چی؟ الیویشن، اوکی؟ پس این شد اور دایرکشن، این شد الیویشن. یادتونه داخل کوتاهی بالا گفتم اگر از روبرو نگاه کنید، خب از روبرو نگاه کنید بالا برای الیویشن خطه، ولی بغل مشخصه که الیویشنه. خب حالا بالا چی میشد؟ خب ببینید این سر رو پا کنیم، شما اینو یه سر فرض کنید، خب اینو یه سر فرض کنید، این هم چشاش. خب شما سطح بغل و بالا که از هم جدا میشن، گفتم اینو، خب خب از هم جدا میشن، این بغلا خب از روبرو این بغلا الیویشنشه، خب و این بالا از روبرو که بهش نگاه کنید بغلا الیویشنه و بالا چیه؟ اوور دایرکشن، اوور دایرک اوور دایرکشنشه. خب یعنی شما از روبرو که نگاه کنید بالا، سطح بالا خب میشه اوور دایرکشن، بغل میشه چی؟ الیویشن. متوجه شدی کاملا؟ پس این بغل شد الیویشن، بالا شد اوور دایرکشن. حالا وقتی از بغل سر داری مشتری تو نگاه میکنی، ببینید از بغل سر داری نگاه میکنی مشتری تو، تو فقط الیویشن رو میبینی، خب تو فقط الیویشن رو میبینی. وقتی صورتش رو نگاه میکنی از جلو اوور دایرکشن رو میبینی، وقتی بغل سرش، خب بغل سرش، شما فقط الیویشنش رو میبینی. حالا وقتی مشتری تو از داخل آینه، خب از داخل آینه نگاه میکنی، خب شما دو تا دیدو داری، دو تا زاویه رو داری میبینی، هم الیویشن رو میبینی هم اوور دایرکشن رو میبینی. وقتی مشتری تو آینه داری نگاه میکنی دو تا زاویه رو میبینی، بغلای سر خب که الیویشن بود، بالای سر خب سطح بالای سر که اوور دایرکشنه. مثلا شما میگی من میخوام یه شکل مثلثی بسازم، خب مثلا میگی من میخوام یه شکل مثلثی بسازم، یه شکل مثلثی، میام چیکار میکنم؟ یه سر میکشم، خب بغلشو با گرجویشن میرم بالا، خب گرجویشن میزنم، بالاشم یه شکل صاف میکشم. خب پس شما چیکار کردی؟ اومدی یه سر مثلثی ساختی که با گرجویشن، خب بغلش گرجویشنه، بالاشم صافه. خب حالا چجور انجام دادی؟ شما از بغلا از الیویشن استفاده کردی، بالا رو از اوور دایرکشن استفاده کردی و تونستی یه شکل مثلثی بسازی. شما یه فرم مثلثی ساختی، تریانگل ساختی، اوکی؟ یعنی این سر منه، خب بغلا رو اومدی گرجویشن زدی، خب به این حالت،
بالا رو اومدی صاف کوتاه کردی، یعنی یه جوری کوتاه کردی که وقتی میخوابه صاف میشه، خب وقتی میخوابه صاف میشه بالا، بغلا رو هم گریجویشن زدی. خب شما اومدی چیکار کردی؟ بغلو با الیویشن درست کردی، خب الیویشن زدی و این بالا رو هم که سطح صاف زدی از اوور دایرکشن استفاده کردی. خب شما اومدی یک مثلث ساختی، همین. حالا بعد بهتون میگم که چطور چه کار کنیم که بالا صاف در بیاد و فلان و چجوری این کارا رو کنیم. خب بعد یه نکته دیگه که بهتون بگم، اگر شما خب بخواید گریجویشن رو بزنید باید صاف باشه بغل، خب یک خط صاف. اگر شما بیاید ریز 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 بزنید خب و این حالت بشه، این دیگه گریجویشن نیست، شما لیر زدین. خب شما لیر زدین پس دیگه گریجویشن نیست، یعنی خورد خورد اومدین تیکه تیکه کوتاه کردین، خب حالا با لاانگشتی با شونه اومدین و یک شکل خب صاف در نیاوردید، هلالی در آوردید. پس شما دیگه گریجویشن نزدید، اومدید خورد 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 کوتاه کرد و یک شکل نیم دایره‌ای و همچین شکلی هلال شکل در آوردید. گریجویشن یعنی مستقیم یه خط صاف از منفی 89 درجه تا 10 درجه. اوکی، پس باید اگه میخواید بگید این کوتاهی ما گریجویشنه باید خط صاف باشه، اینجوری نباشه، اینجوری دیگه اسمش گریجویشن نیست. اوکی، همه چی کاملا اوکیه. اگر بازم چیزی از این مبحثی که من صحبت کردم متوجه نشدین، گفتم کامنت بذارید من جواب میدم حتما. به پایان ویدیو رسیدیم، لطفا برای حمایت از من حتما زنگوله و سابسکرایب کنید. تا درود دیگر، بدرود.